دعوای زن خلسه و دنیا جنبخ وارد فازای جدید و خطرناکی داره میشه. با ما تو این ویدیو همراه باشید. صرف تا صد این دعوا رو براتون تعریف میکنم و میگم از کجا این دعوا شروع شد و داره به کجاها میره. یادتون هم نره کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید. سلام سلام به رفقای خودم، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون کانال مین تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. تازگی دنیا جنبخ و زن سپرخلسه دعوایی توی فضای مجازی انجام دادن که ماجرا از صحبت‌های زن سپرخلسه شروع شد که توی یکی از ویدیوهای یوتیوبی سپرخلسه شروع کرد و یکم به تمسخر یه تیکه‌های سنگینی به دنیا جنبخ انداخت و گفتش که دنیا باید بره دو تا تست بده، هم تست ایدز بده که به خاطر اینکه آب آدمای مختلفی بوده یه وقت ایدز نگرفته باشه، چون با همه به غیر از با بزرگ من بوده. و جدا از این که آزمایش ایدز هم میده، یه آزمایش هم باید بده ببینیم آخرین بچهش مال کی بوده. و جدا از این تیکه‌های سنگینی که به دنیا انداخته، شاکی هم بود که اصلا دنیا برای چی پاشده اومده یوتیوب. یوتیوبر شدن که کار هر کسی نیست، منظورش این بوده که کار خودش و شوهرشه. حالا خود به خودش و شوهرش هم یه سالی هستش که اومدن یوتیوب. البته سپرخلسه خودش از این دعوا و ماجراها جدا کرده بود و سعی کردش که هیچ نظر و هیتی نسبت به دنیا جنبخت نداشته باشه. ولی خب نسبت به این صحبت ها هم دنیا جنبخ ساکت نشست و یه استوری مفصل گذاشت. البته استوریشو خیلی سریع پاک کرد و هدفش هم این بودش که گفتش که این آدم ها رو زیاد من نمیخوام گنده بکنم. استوریش هم به این شکل بودش. خب ظاهرا یوتیوبرها حسادتشون داره گل میکنه و شروع کردن به دیس کردن من. چرا؟ چون توی یه هفته همه رکوردهای یه ساله اونا رو زدم. طرف زنه 10 کیلو مواد میزنه میاد جلو دوربین چرت و پرت میگه فاز یوتیوبری گرفته. بعد میگه این دنیا واسه چی اومده یوتیوب؟ خدا وکیلی از لحاظ مدیا فاصلتون زیاده. خودتون با من مقایسه نکن. تهش زن خلسه ای. نون و نمک و مزه شوهرتو داری میخوری. این ایرانی ها واقعا حسودن. اینو جدی میگم. میگه یوتیوب با اینستا فرق داره. نه یا یوتیوب. اوکی من بعد. ولی تو کی هستی؟ از لج اینا هم شده میخوام یوتیوبر رو بتره کنم. اونجا رو هم مثل این استا میکنم. بعدم این استوریاشو پاک کردش که یه وقت باعث نشه که یه ذره فالوور بره سمت سپرخلسه و زنش. خب رفقا ماجرا این بود. حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگر هم این ویدیو رو دوست داشتید که حتما لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. یادتونم نره کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.